اسلام به هند درون کرنی از آغاز این آمد به درستی مسلمانان پیش از آمدن محمد بن قاسم بارتش خود از سوی عربستان در سال 725 به سرزمین هند پا گذاشتند. سال بعد از حمله های پادشاهان و جنرال ها که چشم آزمن بر ثروتمندان و مال هند افگندن نشاندار شده بود، ولی زیاد مهم این است که آدم مقدس ها و دانشمندان برای تلاش امن و سکون روحانی در هند آمدند. یک مشهور سخن محمد صلی اللہ علیہ وسلم است که نسیم تازه که از طرف هندی می ورزد بدین طریق هند قبل یک پناه گاه علم و آراستگی در قاره آسیای غرب آفریقا و جامع عرب به ساعت آغاز کرن اسلام شناخته شده بود. من فکر می کنم که مسلمانان از کرنها جز هند بوده اند. در حقیقت من اعتقاد دارم و این واقعیت نیز در تاریخ است که 99% مسلمانان هند از نژاد هندی هستند. آنان در طی زمان در مذهب اسلام در آوردند. به این علت چون شما در هند هندوان را، پارسیان را، سکھا را و دیگر جوامع را نژاد هندی می اندیشید، همین طور مسلمانان نژاد هندی هستند. امروزها آبادی مسلمانان تقریبا 12% در آبادی هند است. در طول تاریخ همجنسی هندوان، مسلمانان و دیگر هموطنان مسلمان هند در عقب تقسیم در 1947 از بزرگترین تقان روبرو شدند. این موقع بحرانی ایشان بود که چون کشور هند بر اساس نظریه دو ملت تقسیم شد، این نظریه از طرف مسلم لیگ زیر رهنمایی ام جنا تجویز شده بود. هر دو جامعه جسمانی و احساسی رنج را بردن که این برای به هم آمدن سالها گرفت. هندوها و مسلمانان کرنها با خوش معاصرت هم جستی کردن و بعدن خود را یک جداگان قوم دریابند. این تمام نشد. مسلمانان در هند از مذهب پرستان خود که برای سب چراگاه به پاکستان رفتن لاچار ماندن. گاندھی جی و نہرو با ایشان استادند و مولانا آزاد درمیان ایشان آتش امید زد برای استادند به مبارزه طلبی که روبرو شدند هرچه که جان خود را از دست بدهند. برای مسلمانان هند چیزی جز مبارزه طلبی وجود ندارد، یعنی مبارزه طلبی بر مبارزه طلبی. این فراوانی مبارزه طلبی معلوم می شود اکنون بعد از تقسیم کشور چه شد، مخصوصا در شمال هند. مسلمانان که باسواد و مؤثر و تحدی ثروتمند بودن بستر از ایشان به پاکستان مهاجرت کردن. نتیجه این شد که مردمان که در هند ماندن بی سواد بودن و هم صلاحیت هماوری نداشتن. الان ایشان باید که به این چیزها غالب آیند و ایشان ایواش ایواش غالب می آیند. مولانا آزاد در سخن فصیح پیغام امید را اعلام می کند که فخر می کنم که من هندی هستم. من جزء اتحاد تقسیم ناپذیر هستم. این ملیت است. من لازم جزء این عمارت بزرگ هستم که بدون من این مجلل ساختار هند ناتمام است. من لازم عنصری هستم که برای ساختن هند کار مهم کرده ام. من این دعوی را هیچ وقت نتوانم واگذاری کرد. مولانا ابوالکلام آزاد واقعی یک راست و بزرگ میهن دوست هندی بود. وہ تمام زندگانی خود را در خدمت کشور سپرد و آن چیز را کرد که پیش گفته بود. وہ یک تقسیم ناپذیر جزء کشور است و من خیال می کنم که ہر یک ہندی مسلمانان جزء ان شب قارے است خواهد بود. مشارکت مسلمانان ہندی در طی ہزار سال در ہر زمینے کے قدم بردین بسیار زیاد پیشرفت کردین.
ایشان خودشان را برای هند نثار کرده اند. ایشان همین جا زندگی کرده اند و مرده اند. من هیچ سبب را نمی بینم که چرا ایشان برای شدن جزء تقسیم ناپذیر کشور دامه نیستند. در تاریخ قدیم این زیاد است و اعلان ناقابل نفوذ است که در دنیا هیچ کشور مانند ہند نیست کے ان تر تعجب آور مخلوط ادیان و انجامِ ہا زبان و فرہنگا رادر ان خیلی حماقت آمیز و ہندوگن کار خواد بود اگر کسی ان را برائی آسیب جدن و انگیر آپ کردن صحیح می کند چرا کہ ان تنہا کشور است کے ان تر مخلوط و ادیان و جامع دارد ان چیزها در گجستے در ہیچ کشور وقوع پذیر نشود است در آئندہ نخواد شد دل بستگی مولانا آزاد از اقامت کردن در ہند ظاہر می کند کہ آیا او در ہند اقامت کرد یا آن طرف مرز ہند رفته بود. هدف اصلی مولانا آزاد این است که این کشور هند یک بزرگ زمین بشریت که روایت و میراث بزرگ دارد و هیچ وقت نباید تقسیم شد. اعتقاد مولانا آزاد در اتحاد هندو و مسلمان ناقابل تکان بود. او در واضحهای خود گفت که اگر فرشته از آسمان می آید و از من می گوید که کشور هند بدون اتحاد هندوان و مسلمانان آزاد خواهد شد، پس من آن آزادی را قبول نخواهم کرد. من خیال می کنم که او عظمت و وقار برای ملت خود مان نشان داد. مردم مثل او و نهرو و گاندھی یک عجیب و غریب مردمان بودند. شما می توان گفت که ایشان برای سیاست ها خطاکار هستند ولی نه برای استحکام کشور. مذہب و طبقه اجتماعی او برای مطلوب اتحاد ملی درستکاری در مدیریت و پیشرفت اقتصادی کارگرد ہرچند در حقیقت کے در ہند بہ حالت زیاد بیچارگی ماندن ایشان از طرف رہنمایان مسلم لیگ برای زرستان قول دادے شدے بودن رہبری ہندی برای اعلام کردن کے سازمان سیاسی پس از آزادی غیر مذہبی از در خود مشغول شدن برای ساختن ملت در یک مفصل کشور کے آنجا رعیت ہا بی پرواہ از مذہب و اعتقاد و اجتماع حقوق مساوی را ضمانت دادے شوند برای مسلمانان ہندی ان فرصتی بود که ایشان در ساختن ملت نقص مثبتی بازی کنند. مسلمانان در ہند بدون دانستن کے چطور اج دشواری ہا کے پیدار میں شود رو بے رو شون در تاریخ جستجو کردن، اما برای ایشان ہند از توسط غیر مذہبی و دیموکراتک اعتقاد محکم استاد. من ہمیشہ تاریخ را در زندگی مثل نمونه فرتابی برده ام و در تاریخ تقریباً 400 سال قبل اکبر بادشاہ مانند یک شخصیت برجسته والی ہمیں سے در دلم وارد آورد، چرا کہ او مردمان ہندی را در وحدت و ہمبستگی ملت القا کر و ان هدف در آن روزها بے وجود آمد و مردمان کشور ہند را دادگری اجتماعی داد. امروز مردمان کامیابی اکبر بادشاہ را یاد می آورند. در حقیقت مغل ها فروکار بودن که آلودگی جنگ را با هم میان شاهزاده خانم و مہاراجہ آوردن و اکبر بادشاہ در این یک نقش مهم انجام داد. بنیاد گزاری مشترک ہماہنگی و ہمبستگی تقریبا در زمان اکبر بادشاہ تاسیس شد. ہند در مقایسے با نوآفرید کشور یعنی پاکستان بے وقت آغاز آزادی کشور غیر مذہبی شد. مسلمانان ہندی رہنمائی شیر مردان نہضت ملی ہند داشتن. چند از آن مولانا آزاد، رفیع احمد کدوئی و دکتر ذاکر حسین ہستن. بعدن ذاکر حسین رئیس جمہور ہند شد. بنا بے قول من قانون اساسی ہند غیر مذہبی است. چون قانون اساسی برای شما ایک غیر مذہبی کشور تزبین می کند، پس چطور ایک ستاره سینما یا دیگر مردمان شاید اے بی سی ڈی یا من خودم این را می تواند تحت تاثیر قرار داد؟ من هیچ خویشاوند ندارم که در پاکستان زندگی می کند. چرا وفا از پاکستان باید داشتیم؟ اگر شما درباره هند حرف زنید، این کشور خود من هست و اگر این وفای ما از من باز گرفت، پس من همان شوم که می خواهم. من کجا اقامت خواهم کرد؟ آیا من در
هوا آویزان خواهم شد من حتما از این ملت تعلق دارم پس از توسط چند توانی و چند احساسها چند مردمان خیال میکنند که من جزء این کشور نیستم پس من از ایشان جنگ نمیخواهم کرد چرا که من خواهم که جزء این ملت شوم چنان که هر یک هندی برای شدن جزء این ملت میخواهند بدین سان من فکر میکنم که این چیزها به سبب تقسیم به وجود آمده است بنا به قول من تقسیم که سبب قار اتفاق افتاده این هیچ وقت دوباره نباید اتفاق افتاد من فکر میکنم که این سبب قار جای بسیار کشنگ است ولی بدبختانه این از ما برده شده است اما مسلمانان هندی هندی مسلمان هستند این هند گفته شده است من انتقاد دارم که این هند است و من همین طور احساس میکنم چرا تقاضای من از رهنمایان خودمان و از رئیس اجتماع ها یه گوناگون و از ادیان مختلف این است که هند مانند قوس و قضا است و این قوس و قضا نباید از نفع جاتی و هیچ چیز برباد شد هنر را مانند قوس و قضا بساجد هند را بگذار که این باهم پیشرفت میکند که مسلمانان و هندویان رفاقت و نزدیکی میکند و اس میں کشور را بالا ببرند چون بازیگران کرکٹ و هنرمندان بزرگ این را انجام داده اند همسرم نخستین زن بود که برای اجرا در شکل مادر هند میلم در میلی ولی جایزه بین المللی را به دست آور زن من زن مسلمان بود ولی هیچ کس او را زن مسلمان نخوان چرا که ایشان فکر کردن که یک هنرمند هندی جایزه را به دست آورده است هند یک بزرگ آبادی مسلمانان است آبادی مسلمانان هند بیشتر از پاکستان بنگلہ دیش و بعد از اندونیشیا است در زمان تقسیم ثروتمند و باسواد مسلمانان در تعداد زیادی مهاجرت به پاکستان کردند مقدار زیادی که در هند ماندند ایشان صنعتگرها یا کوچک زمیندارها بودند ایشان از دشواری کمبود علم جدید روبرو شدن در سرویس نمائندگی به علت مهاجرت به پاکستان کم شد هر دو مسلمانان و هندویان در دنبال شورش تقسیم به خانمان شدند پس از این مقدار زیادی مردمان هجرت رفت و برگستی کردند تعداد زیاد مسلمانان در دنبال نگاهان تقسیم در هند مانند ایشان برای عزم راسخ و تصمیم برای دلیری و شجاع استحقاق سپاس یک جهان دارند این درباره احساس حب الوطنی و محبت از زمین مادری حرف میزند چنانکه ایشان صنعتکار بودند اما بی سازمان بودند بیشتر از ایشان زمین خود را بعد از الغای زمینداری از دست دادند ایشان برای حق کردن جای مناسب صحیح جهاد کردن فضای آزادگی و ذاتی پذیرش هم وطن شان مانند نعمت الهی آمد گرفتاری زندگی ها و تنگ دستی ها از ایشان مقایسه نکردن ایشان احتیاز روزمره خود را از نور خود در زمین یه سنت ظروف برنج ظروف شیشه‌ای و نجاری و غیره آن به دست آوردند مسلمانان که در هند باقی ماندن از این زیادتر دهاتی بودن و در روستاهای هند گستردن اینجا فقط یک کمی فرق بین لباس پوشیدن و حتی در غذا خوردن است ایشان پسر هند هستند که در روایت هند پرورش شده اند تعداد زیادی از مردمان برای رای زدن به وقت تقسیم دور مانده شده بودند چرا که بالغ رای زننده در اقتدار حکومت بریتانیا زیاد چیخ زده بودند اداره های تعلیمی در آن روزها کم بودند شهر بزرگ یک دبیرستان تجمعات هفت داشت که از توسط عام اقتدار قر می کرد مسلمانان برای درس گرفتند به مدرسه ها و مکتب ها و هندوان به پاٹشالہ می رفتند شما می بینی که چیز اساسی که همه رهبران مسلمانان برای مردم می خواست علم است علم یک لازم عنصر است این مال بسیار قدر دارد مردم که بے سواد هستند هیچ چیز را نمی توانند دید چرا که اوشان در اتاق تاریخ هستند ولی مردمان که باسواد هستند تمام چیز را می توان دیدن چرا که برای شان روشنی روشن است تعلیم یک مهم عامل است و حتما باید که اول باشد
من اتفاق دارم که مسلمانان یا مسلمانان جوان تعلیم سزاوار دارن اما من از این تفاوت نه دارم که تعلیم مدرسه درست نیست تعلیم مدرسه ایشان را کسر اخلاقی فراهم میکند بعدا این مربوط به وابستگی شاگردان است که ایشان چطور خود را بسازند چرا که بالاخره مدرسه ها داریم که آن تعلیم رایانه فراهم میکند این مدرسه ها علم آزمایشگاه هم دارند مدرسه ها شاید یک جای بیچارگی شده است اینجا شاگردان تنگ دست برای تعلیم به خدمت در آورند برای مثل رستای من را بگیرید مدرسه ها شما را تا ساعت سه تعلیم و تربیت می دهد چون شما تاریخ قدیم اسلام را ببینید تاریخ نویسندگان ثبت کرده اند که اسلام در کشورهای اروپا رنسان آورده است این مدرسه ها در اوائل هفت، نه، ده و دوازده کرد مانند دانشگاه ها و دانشکده ها از بغداد تا قطغوا آغاز شد و تعلیم مانند دانشگاه و دانشکده فراهم میکرد حتی چون شما در هند به لباس دانشگاهی نگاه می اندازید که شاگردان به وقت درس و نماز خندن می پوشند این چیز ها را اسلام برای ترقی دانشگاهی داده است اسلام جهان را حصه جستجو و تحقیق و علم و تکنولوژی داده است این مناظر بعدن آزادی از ریشه تبدیل شده است در قرن 19 دانشگاه مانند علی گڑھ یونیورسٹی و در دہلی جامعہ ملیہ اسلامیہ در سال 1920 میلادی برائے تعلیم برگزیدگان شروع شد با آمدن آزادی شکل تعلیم به صورت تبدیل شد و تعلیم دبرستانی و دبرستانی میانه در ناحیه ها گستردن شروع کرد مسلمانان فرستادن پیسران و دختران را برای تعلیم عالی آغاز کردن بعدن از آشنا که تعلیم روایتی برای مستقبل پیسران و دختران خوب نیست ایشان ضرورت تعلیم جدید را درست فهمیدن و نظریه را تبدیل کردن مدرسه ها مانند دارالعلوم دیوبند و ندوت العلوم در لخنو نیز فهرست درس را بازبینی کرد ایشان علم جدید را به نگه داشتن کلاسیک میتودولوژی انتخاب کردن اکنون رایانه ها در این مدرسه ها در تعداد زیادی موجود اند نوگری همیشه در هر جامعه اتفاق افتادی است خواه این پاٹشالہ کے در جامعه ہندو و خواه مدرسه ها در جامعه مسلمان گرائش کرده است این دبیرستان ها هر هفته جدید می شوند ایشان باید که تعلیم جدید و علم جدید را در دبیرستان و دانشگاه خودشان ورودی کنند من خیال می کنم که شما به خوب آشنا هستی که دولت اتر پردیس و همه متحد حکومت ها چند تا دوزین رایانه اردو و یو پی ایس را در این مدرسه ها داده اند معنی جدید چه و چه چیز ها در احاطه جدید به حساب می آید از نظر اسلام ببینید من فکر می کنم که این در سطح فلسفانه خشک می شود اینجا یک عامل خشک شامل بوده است چرا که اینجا نظریه درباره جدید این است که ما چه چیز را جدید می گوییم و جدیدیت چیست تعلق هر جدیدیت براه راست از ذهن از تصور جهان شما چیست آیا این تنگ و محدود است آیا ما وقار خودشان را می توانیم بازیافت من فکر می کنم که این یک تمدن است و شما باید که این را قبول می کنید از این نظر شما می خواهید که این را در دور جدید بنگرید اگر شما این طور می خواهید که موسیقی را و در هند ببینید پس عمر خیام ابن بطوطہ ابن سینا و گیاہ شناسی ستارہ شناسی ریاضی و جبرا ببینید ہمیں ان چیزہ در ریاضی ہا سسٹم کسرہ اشاری صفر نجوم و ناو بری می توانید دید It's all there and in mathematics اکنون شما وقار را نسبتاً به این بازدار تصور میکنید شما خود میشناسید که وقت تبدیل شده است و مردمان به طور نامیدان این را قبول میکنند و ایسان و نیک رفتاری برای اختتام رویش درس قدیم جلو آمده اند اما چیزی که زیاد جالب میکند این پیشرفت در زمینه علم و تکنولوژی جدید است We can take the example at present our president Abdul Kalam, he gave a new sight for the missile technology, and in the same way, Dr. Zahoor Qasim, he went to the Antarctica and he hosted the Indian flag there, and Dr. Owais Siddiqui, he was the former president of Tata Institute of Fundamental Research,
and he was honored with one of the most prestigious award, that is National Award for Science Academy by the US. It is next to this Nobel Prize. And moreover, the Nobel laureate Abdul Kalam, Abdul Salam, who says himself as a Pakistani, but he is basically trained in India. So we can say also that if we get the opportunity, if we Muslims get the opportunity, we can prove ourselves as a good scientist and as a good technologist. حتی در امتحان کارمندان کشوری شاگردان مسلمانان صلاحیت خود را ثابت کرده اند اگرچه تعداد انسان بنا به نسبت آبادی نیست با این وجود شما در زمینه این امتحان کارمندان کشوری و تکنولوژی می توانید برتر و اول شاگردان مسلمانان را دید این یک بزرگ پرش جلو بعد از بدبخت روزهای تقسیم است در نظام ارتش مسلمانان در رتبه های گوناگون شهرت یافته اند سرتیپ ایم عثمان قهرمان نوشیروان در جنگ 1948 میلادی گلوله خورد بسیار جوان افسران مسلمانان در جنگ کارگل قربانی بزرگ داده اند این روایت در میدان نظام ارتش قابل دنبال است که نیتا جی سبحاش چندر بوس ارتش ملی هندی را تشکیل داده بود و در آن شهنواز ڈھلون و سیگل بسیار شهرت به دست آوردند در زمینه سنت عجیم پریم جی رئیس ویپرو توانگر ترین مردوب ہند است و ایل کے حمید مالک شرکت سپلا نہ فقط یک بزرگ داروساز است بلکہ در مبارجے از بیماری ایدز مشغول است و ہم شریک در اساس کلنٹن است در سنت ہائی ضرور فیل دیگر مسلمانان بہروزی و شہرت یافتے اند ایم ایف حسین و ایس ایف سید هر دو در جهان نقاشی ها داستان ساخته اند. آیا این کامیابی نیست که در هند سه رئیس جمهور عالی و نامدار وزیرهای مرکز و هم رئیس وزیرها و فرماندارها در گوناگون ایالات ها شده اند نخستین رئیس جمهور هند دکتر ذاکر حسین بود که او یک عالی دانشمند و خیلی نزد گاندھی و نہرو بود بعد از این اسم فخرالدین علی احمد کے یک رہنمائی عامی کانگریس بود فیلن رئیس جمهور آقای دکتر اے پی جی کلام مشک ہند و دانشمندان بسیار لیاقت هستند در بالی ووڈ یوسف خان کی در دنیا فلم آج اس میں دلیپ کمار معروف است یک چیز نو اور کے بے سبب آن باساہ تراضی سود و اعلان رکن مجلس بالا است بادن خان ها مانند شاہ رخ خان عامر خان و سلمان خان پیش نمائی کردن احسان بعد از فیروز خان کے مدیر فلم و ہنر پیشے و تہیہ کنندے است آمدی ان سنجے خان کے برادر فیروز خان است نیز در میدان تیلی سیریل شہرت یافت اس میں تیلی سیریل او تیگ تیپو سلطان و جے ہنومان است من فکر می کنم که سینمای هندی یک سمبول سیکولاریزم است گر یک جهان سمبول علامتی می شود که در آن جهان مردمان آن کشور در تعداد زیادی از جنبه گوناگون می تواندید اسم آن جهان سینمای هندی است چون مردمان فلم را می بینند آنان هنر پیشه را نمی بینند بلکه بازی هنر پیشه را بینند ایشان در نمایش خانه برای این نمی روند که هنر پیشه از مذهب ایشان تعلق دارد و ایشان فقط فلم همین هنر پیشه را خواهند دید بلکه مردمان جهان برای دیدن بازی در نمایش خانه می روند چنانکہ شما آسنا ہستی کے دلیپ کمار مسلمان ہست ہر یک مردم ہندی خواہ و ہندو است و یا مسلمان سکھا یا عیسائی اورا بسیار دوست دارا دلیپ کمار یک بزرگ ہنر پیشے است و برای ہندی سنیما بسیار کار کردے است ونی شہرت ہارا از توسط بازی برای کشور خود از کشور خارج آورده است او را همه مردمان هندی احترام می کنند فعلاً در هند مسلمان برآورده بزرگ هستند و این برای ما باعث فخر است مگر به مردمان ارشد نگاه کنیم که خودشان را مورد توجه قرار داده اند مردمان کے اکثر در جہن میں آیا ان طور ہستن محمد رفیع در سرودن کئی آصف محبوب ہن دلیپ کمار نوساد در موسیقی انجا چندان را فراموش کردے باسم گر سما فیلی در سنت فلم نگریز سما سلمان خان عامر خان شاہ خان و یک بسیار جوان سیف علی خان را می بینی کہ سان اصابت میں کنن اے الرحمن و انو ملک در موسیقی ہستن ان چند نو مردمان ہستن کے در جہان فلم خود سان را عالی ساختے
ان و برای این صنعت کار زیاد کرده اند. من فکر می کنم که انسان واقعا در زمینه نوشتن و در بخش نغمه سازی کار زیاد کرده اند. اس میں ایشان تعداد زیادی است، مانند ساحر لدھیانی، مجرو سلطان پوری و کیفی اعظمی که کمک ایشان خیلی زیاد است. در شهر ممبئی لکھڑوالا یک بزرگ نام است و او مسلمان است. رضوی نیز یک اسم بزرگ است و مسلمان است. در ہند برای کردن بسیار کارها است. تو کام تو ملتا ہے، کام چلتے رہتا ہے. عظیم پریم جی یک درست مثال برای مشارکت مسلمان و جستجو برای میان روند است. مثل این یک دیگر اسم در جنوب ہند در ونم باڑی است. این شخص در ہر صبح قیمت چرما در جہان شیر مالی می کند. ملیم زدو جی یک تاجر است و کارگران را صادر می کند و تجارت ملیم جردوزی حاوی بر تقریباً 40,000 ملین است. بس فکر کنید کہ ایشان چه قدر مشارکت برای بازرگان از تبادله در آمدهای خارجه می کنند. تقسیم برای هر دو قوم یعنی هندو و مسلمان در هر یک جانب مرج مصیبت آورد. مسلمانان بدون قبل دانستن مستقبل خود را در هند قرار کردند، اما بردوادی ایشان در سود تبدیل شد. ما تامین عطیه را شکر می گزارم که اکنون ایشان در اصلی هدف ملی حق مساوی دارند و در مختلف گوشه های زندگی نقش مهمی انجام می دهند.